سلام و وقت خوش. اینجا استودیو آماج است و من حارس جبران. اصرار بر امضای موافقتنامه امنیتی از جانب آمریکایی ها اجدار است یا سفارش؟ آیا این موافقتنامه پیش از انتخابات 2014 صورت خواهد گرفت؟ جیمز دامنز، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان، دیروز در یک نشست خبری در سفارت آمریکا در کابل گفت که پیش از مبارزات انتخاباتی باید توافق روی این موافقتنامه میان کابل واشنگتن صورت بگیرد. همین مورد را پدرام دنبال کرده. جدل بر سر امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تقریبا شبیه جنگ سرد میان دو حکومت شده است. هر قدر زمان می‌گذرد، تنش‌های بیشتری که میان کابل و واشنگتن وجود دارد افشا می‌گردد. چند روزی است که مقام‌های آمریکا خیلی جدی و عصبانی به نظر می‌رسند و اصرار دارند که موافقتنامه امنیتی میان دو کشور تا یکی دو ماه دیگر امضا شود. روزی گذشته نماینده ارشد آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت نگران است که از این موافقتنامه به نفع انتخابات سوء استفاده شود، اما حکومت افغانستان می‌گوید تا زمانی که آمریکا شرایط کابل را نپذیرد این موافقتنامه امضا نمی‌شود. به نظر می رسد حکومت افغانستان از آینده امنیت افغانستان نگران است. همین نگرانی و نگرانی قطع کمک های مالی امریکاست که می خواهد با ذکر آن در این قطعنامه آن را تضمین کند. اما آنچه معلوم است لجبازی های ارگ نشینان کابل کاخ سفید را نیز نگران کرده است. کارشناسان افغانستان نگرانی های امریکا را ناشی از آن می دانند که ممکن است حکومت بعدی افغانستان و توافقات پیشتری که صورت گرفته است عمل نکند و این موافقتنامه پس از انتخابات به امضا نرسد. نگرانی آمریکایی ها به دلیل از این هست که میگن که اگر این گپ در پایان پیدا میکنه پیش از 2014، یعنی پیش از انتخابات، معنی از این داره که اونا همو کارهای بعدیشانه که در انتخابات افغانستان و ما بعد انتخابات افغانستان، اونا هم باعث یک کشوری که این مسائلی نیست که پیش بین نباشن، ارزیابی های خود دارن که کارهای بعدیشانه شکل بدن اونا. ظاهرا مشکل دو کشور جدی است. حکومت افغانستان میخواهد مطمئن شود در صورتی که پس از این پاکستان و یا هر کشور دیگری بر افغانستان تعرض نظامی میکند، آمریکا از افغانستان پشتیبانی کند و همینطور موارد دیگر مانند کمک‌های مالی آمریکا و تجهیز سربازان افغانستان با جنگ افزارهای پیشرفته، چیزی که کاخ سفید تا هنوز با آنها راضی نشده است. چقدر امکان می‌رود که بحث امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به گفتمان بزرگ انتخاباتی مبدل نشود؟ مهمانان من در بحث امشب آماج: دکتر فردین هاشمی، استاد دانشگاه، و محمد یونس فکور، آگاه مسائل سیاسی. همین مورد را پدرام دنبال کرده و از استودیو خبر با ما وصل است. سلام پدرام. سلام. می‌خوام مشخصا موردی که جناح آمریکایی‌ها داشت از زبان خودت بشنوم. بله، نماینده ویژه آمریکا در مورد افغانستان و پاکستان و همینطور مقام های ارشد دیگه کاخ سفید از چیزی حدود دو ماه به این طرف همواره تاکید دارن بر اینکه این موافقتنامه باید تا ماهای بعدی، یعنی پیش از انتخابات یا پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی در افغانستان امضا شود میان کابل و واشنگتن، چیزی که حکومت افغانستان او را نمیپذیره. حکومت افغانستان اصرار داره به اینکه در ابتدا با شرایط را که داره کاخ سفید بپذیره و او شرایط هم به نظر میرسه خیلی سنگین هست. صلح در افغانستان باید تأمین شود یا حداقل در حد برسه که مردم افغانستان و حکومت افغانستان بتوانه اعتماد بکنه که دیگه افغانستان خیلی با مشکل مواجه نخواهد شد. نیروهای امنیتی افغانستان چند بار این سوز که مسائل و موضوعات روی موافقتنامه امنیتی از طرف حکومت و آدرس حکومت افغانستان بالا تعلیق در آمده، آیا این بار حکومت و مقامات ارشد آمریکایی هم خیلی اصرار میکنن برای اینکه باید این موافقتنامه هر چی بیشتر پیش از کارزارهای انتخاباتی امضا شود؟ آیا حداقل کدام پیشرفت صورت گرفته میان این دو جناح؟ تا هنوز گفتگوها همچنان به حالت تعلیق هست. در گفتگوهایی که ما با حکومت افغانستان داشتیم، اونا این حرف میگن که رئیس جمهور باید در این مورد تصمیم بگیره که چه وقت دوباره گفتگوها از نو آغاز میشه به صورت جدیش. فکر میکنم که چانه زنی های پشت پرده وجود داره. مقام های حکومت افغانستان همواره تأکید دارن و تلاش دارن که مقام های کاخ سفید
قناعت بتن، به هر حال که به خواسته های حکومت افغانستان اونا تن بتن. چند نکته بسیار اساسی و مهم هست که ظاهرا برای حکومت باراک اوباما سنگین تمام میشه. حکومت افغانستان میخواد کمک های مالی امریکا برای نیروهای افغانستان برای سالهای بعدی در این موافقتنامه ذکر شود و تضمین شود، اما چیزی که جواب امریکا میگه ما هر ساله بودجه خود را مشخص میکنیم و نمیتونیم، این صلاحیت باراک اوباما نیست و باید کنگرس امریکا. پدرام موضوع بسیار خوب را اشاره کرده و مردم افغانستان هم خیلی علاقمند هستند که بدانه. یکی از موارد هم تضمینات مالی و کمک های مالی پس از 2014 از آدرس آمریکایی است و چیزی است که آمریکایی‌ها میگن جدا از موارد امنیتی خود بود. در این موارد چی گفتن؟ پیشرفت‌های صورت گرفته یا خیر؟ ظاهرا حرف نماینده ویژه آمریکا دیروز این بود که ما نمیتونیم این شرط افغانستان رو بپذیریم به دلیلی که قانون اساسی آمریکا حکم میکنه که هر بودجه هر سال آمریکا همون سال مشخص میشه و رئیس جمهور اوباما هیچ صلاحیتی حتی در این مورد نداره، بلکه صلاحیت اصلی تایید مثلا به عهده کنگرس هست و کنگرس آمریکا باید در این مورد تصمیم بگیره و ظاهرا کنگرس آمریکا علاقه نداره که بیا از پیش مشخص بکنه که بله برای 10 سال یا برای 5 سال یا برای 20 سال دیگه مثلا کمک های مالی آمریکا به نظامیان افغانستان یا به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه پیدا بکنه. گپ دوم هم خیلی جدی که هست، تعرض کشورهای همسایه بر افغانستان هست که حکومت افغانستان میخواد در این موافقتنامه ذکر شود و با آمریکا تعهد بکنه که اگر کدام کشوری مثلا پاکستان، ایران یا هر کشوری همسایه دیگه که میخواد تعرض نظامی بر افغانستان داشته باشد یا هر تعرضی که جواب دادنش از عهده افغانستان بیرون باشه، آمریکا باید در اینجا دخالت بکنه و از افغانستان حمایت بکنه. در این مورد هم آمریکا تا هنوز به دیده مش شک و تردید نگاه میکنه و همینطور در مورد تجهیزات سلاح سنگین هست یا جنگ افزارهای سنگین که باید ارتش افغانستان با او مجهز شود، نیروی هوایی افغانستان همچنان با تجهیزات پیشرفته تجهیز شود، چیزی که چیزی حدود 1.5 تا 2 سال هست جدل روی ای ادامه داره، اما تا هنوز مقام های کاخ سفید حاضر نشده یک جواب جدی و مثبت در این مورد بده که برای حکومت افغانستان قناعت بخش باشه. خوب است پدرام. شاخص ترین مورد اختلاف زام این دو مورد بود که خودت اشاره کردی، یکی که اونها نمیتونن تضمینی از روند مالی و از اقتصاد افغانستان پس از 2014 بکنه و همچنان موضوعاتی که اگر تعرض از آدرس همسایگان بر افغانستان صورت میگیره به دیده شک میبینن. ما میخوایم هر چند بارها تکرار شده، یک بار دیگر شاخص ترین موردی که حکومت افغانستان میخواد از آمریکایی ها چی ها است؟ نیروهای افغانستان تجهیز شود، یک صلح در افغانستان زمانت شود یا گفتگوهای صلح با طالبا به نتیجه برسد، حضور نیروهای خارجی، چگونگی حضور نیروهای خارجی یا پایگاه های نظامی آمریکا باید مشخص شود، افغانستان در مقابل حملات همسایه ها کشورهای همسایه باید از توسط آمریکا حمایت شود یا آمریکا مشخصا باید دفاع بکنه و کمک های مالی آمریکا به نیروهای افغانستان باید ضمانت شود، کمک های مالی دراز مدت. بعضی موارد دیگه هم هست که ظاهرا اونا خیلی رسانه‌ای نشده و احتمالاً موضوع مالیات نیروهای آمریکا خب افزایش بر این توقعات از آدرس حکومت افغانستان یعنی اضافه نشده بر این توقعات. به هر حال حکومت افغانستان بیشتر تاکید بر این داره که آنچه را که اینا از آمریکا میخواهند این خاص اینا نیست، خاص مردم افغانستان هست، منافع مردم افغانستان و منافع افغانستان ایجاب میکنه که این قطعنامه باید ضمانت کننده آینده با ثبات و آینده مطمئن امنیتی و اقتصادی برای افغانستان باشه. به اون لحاظ از این مسئله کوتاه نمیآیند. حالا اینکه اگر کدام موضوعات یا جدل های دیگه، کشیدگی های دیگه پشت پرده باشه که ما از او اطلاعات نداشته باشیم و ظاهرا رسانه‌ای هم نشده. پدرام یک موضوع دیگه هم که در گزارش خودت ما هم دیدم این بود که رئیس جمهور قرار است بره با پاکستان و این بار جیمز دامنز هم فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان هم به گونه از حسن نیت و روابط نیک کابل اسلام آباد آدرس میده و آقای جان کری هم چنین موارد داشت. من میخوام از شما بفهم که این بار سفر رئیس جمهور متفاوت‌تر خود بود. خیلی خوشبین هستن اینا به چند دلیلی که پاکستان تا یک حدی حاضر شدن، به هر حال حرفای خوبی را به آدرس حکومت افغانستان ارائه کردن یا صحبت کردن، در این مورد وعده همکاری دادن. در پیامی که مشاور ارشد نخست وزیر جدید پاکستان به افغانستان آمده بود، ظاهرا مقام های حکومت افغانستان میگن که نسبتا امیدواری بیشتری وجود داره. حرف دفتر طالبان در قطر که ظاهرا بعضی گزارش های نشر میشه از زبان مقام های پاکستانی که گویا این دفتر دوباره بازگشایی خواهد شد، این موضوعات جدی هست. ظاهرا حکومت افغانستان هم تلاش دارد که تلاش های
ناکامی حدود 3 سالش که با طالبان بود همین گفتگوهای صلح به یک نحوی سپاسگزارم پدرام اجازه بدید یک مورد دیگر هم با خودت شریک بسازم. خودت روی همین مورد تحقیق کردی و همچنان گزارش تهیه کردی، مردم چی میگن؟ راضی هستن از امضای توافقنامه امنیتی آخه؟ اگر کوتاه بگی پدرام. ببینید برای مردم خیلی واضح نیست، مشخص نیست در این موافقتنامه امنیتی چی چیز باید گنجانده میشه، چی چیز مطرح میشه، چی نفعی برای مردم افغانستان داره. واقعا چیزهایی را که حکومت افغانستان ظاهرا به عنوان پیششرطهای اساسی مطرح میکنه که باید در این موافقتنامه گنجانده شود قدر واقعی و عملی هست. این موضوعات به صورت بسیار واضح و روشن از سوی حکومت افغانستان به مردم داده نشده، بنابراین مردم خیلی جدی نمیتونن در این مورد حرف بزنن و خیلی باید سپاسگزارم مشهد که خوب است یا نی. سپاسگزارم. مردم افغانستان نمیتونن تصمیم بگیرن که آیا موافقتنامه امنیتی میان کابل واشنگتن و توافق روی این مسئله بر خیر مردم است یا خیر، چون مواردی که باید درج این موافقتنامه باشد بر مردم افغانستان هنوز معلوم نیست. تحلیل و دیدگاه از آماج امشب تا لحظات دیگر. تماشاگر آماج از یک هستند. آقای هاشمی، حرفایی که جیمز دابینز فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان داشتن در یک نشست خبری که دیروز در سفارت آمریکا، اونا تاکید کردن یک بار دیگر بر امضای توافقنامه امنیتی میان کابل واشنگتن. حالا مشخصا تعدد اینمی اصرار از آدرس آمریکایی ها چی فکر میکنین، یک هشدار است یا سفارش؟ برام خدا با سلام به شما مهمان محترم و بینندگان عزیز. من فکر میکنم که اگر منظور از هشداری است که چنین موافقتنامه اگر تا 3 ماه دیگر امضا نشه کل موضوع موافقتنامه امنیتی ما بین آمریکا و افغانستان کنسل میشه، من فکر میکنم به این مفهوم نخواهد بود. من باورم بر این است که نوعی نیازمندی متقابل وجود داره ما بین افغانستان و آمریکا امروز و هر دو کشور، هم افغان‌ها و هم آمریکایی‌ها نیاز دارن که چنین موافقتنامه امضا بشه و در روند مذاکرات من باورم بر این است که یک امر طبیعی میتونه باشه که دو کشور بیان از یکدیگر امتیازهای بیشتر خواسته باشند. از یک طرف، طرف افغان به دنبال کسب امتیازاتی است که در منطقه جایگاه افغانستان تثبیت کنه. ما به عنوان یک کشور مستقل در مابین همسایگانی که علاقه به دخالت در افغانستان دارن جایگاه افغانستان مشخص بسازه و اردوی قوی‌تر ما داشته باشه، منافع ملی ما بیشتر تامین شده باشه. از طرف دیگر آمریکایی‌ها می‌خواهند که امتیازات کمتری به ما بدن و من فکر می‌کنم هر دو طرف دارن چانه‌زنی‌های خودشان رو می‌کنن و این سفرها و صحبت‌ها هم در مورد حرفی که شما گفتین که به گونه نیازمندی متقابل است، هم کابل واشنگتن به گونه نیازمندی دارن روی ازی کمی توافقنامه را به گونه امضا کنن، اما ما آدرس حکومت افغانستان را خیلی کم رنگ میبینیم. اونا یک بار دیگر تعهد دارن و یک بار دیگر تاکید میکنن به تعلیق از این موافقتنامه الا اینکه پیش شرط هایی که حکومت افغانستان داره به گونه ای اونا عملی کنن، ولی امواره حکومت آمریکا تاکید داره بر ازی که باید این موافقتنامه امضا شود. ببینید اگر دقیق تر راجع به موادی که گفته شد صحبت کنیم، آمریکایی به هیچ وجه اردوی افغانستان به سطح قدرتمند نخواهند ساخت که ما توان مقابل خود اردوی پاکستان داشته باشیم. یعنی او اعتماد وجود نداره، به یک مفهوم دقیق تر اگر بگیم چنین اعتمادی وجود نداره هنوز به تیم حاکم و دولت افغانستان که چنین امتیازات آمریکایی ها بده. این حضور 10 ساله نتونستن حداقل حکومت افغانستان اعتمادی که بالای آمریکایی و آمریکایی بالای حکومت افغانستان داشته باشه به گونه ای به وجود بیاد. ببینید منظور از اعتماد در اینجا است که وقتی جنوب آسیا شما نگاه میکنیم یا نوع نگاهی که ما پاکستان به یکدیگر داریم، دو کشور در نظر میگیریم، اگر افغانستان اردوی قدرتمندی داشته باشه به احتمال زیاد توازن قوا در منطقه قبول نخواهد کرد. آمریکایی از این اعتماد ندارد، یعنی میشه گفت که ما همیشه اون نگاه به اون طرف پاکستان داریم، نگاهی که در عمق پاکستان به نحوی است، همیشه علاقمند از این هستیم که پاکستانی ها او علایق ما رو بپذیرند و طبیعتا اگر اردوی قوی ما داشته باشیم ما به دنبال بحران خود پاکستان خواهیم بود و پاکستان در همین شرایط قرار نخواهیم دید. از طرف دیگر پاکستان نزدیکی زیاد خود ایالات متحده آمریکا داره و آمریکا در هر منطقه‌ای که بودن همیشه به دنبال
دنبال ازی بودن که توازن قوا رو حفظ کنن و اجازه ندن که یک کشور بر دیگری برتری داشته باشه یا به نحو توان مقابله داشته باشه، چون او بحران منافع اونا رو هم تهدید میکنه و ثباتی که در منطقه کونا هستند به چالش میکشونه. آقای شیما، با توجه به این که ما یک پیمان راهبردی همچنان با آمریکایی ها داریم و قرار است توافقنامه امنیتی که یکی از مهمترین توافقنامه ها باشه با آمریکایی هم همچنان عقد کنیم و همچنان یکی از همپیمانان استراتژیک در منطقه هم هستیم، چرا آمریکا دنبال از است که ما نتوانیم اگر تش قوی داشته باشیم و اگر تش مقتدر؟ ببینید، در شرایط حاضر، در شرایط حاضر بحث تروریسم را شما باید در منطقه در نظر بگیرید. شاید اگر ما 10 سال می پیش می دانستیم که از فرصتی که به دست آمده چگونه استفاده کنیم، طبیعتاً امروز نگاه آمریکایی به ما تغییر می کرد. شاید او فراز و فرودهایی که در روابط خارجی ما داشتیم، خصوصا در 3-4 سال اخیر، نوع نگاه آمریکایی و او اعتمادی که می باید ساخته می شده به وجود نیاورد. و نتیجتاً با این که آمریکا در افغانستان حضور دیش، امروز ما این بحث میتونیم مطرح کنیم که آمریکایی خیلی علاقمند به یک اردوی قدرتمند در افغانستان نیستند. و این واضح مشخص است به خاطر خطاهایی است که ما کردیم، به خاطر او گفتمان غالبی که در جامعه افغانستان بود نسبت به ایالات متحده آمریکا، خصوصا در بین نخبگان سیاسی، و این خود نوعی بی‌اعتمادی شکل داده شد. بی‌اعتمادی که امروز شما میان بر سر این که اردوی افغانستان تا چی اندازه تجهیزات داشته باشه، خود آمریکا مذاکره میکنید، او رو جزء پیش‌شرط‌های اصلی قرار میده. آقای هاشمی، جدا از این که مواردی که متوجه همسایگان ما میشه مثل پاکستان و این که یکی از شرکای بسیار خوب آمریکایی‌ها در منطقه پاکستان همچنان میشه گفت، جدا از این مسائل منطقوی، دیگر چی کدام موردی وجود داره که آمریکایی ها نمیخوان به گونه ما یک اردوی قوی تر و مقتدر تر داشته باشیم؟ ببینید، جایگاه هر کشور در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به اندازه وزن خودش است. من باورم بر ایست که شرایطی که در جامعه ما وجود داشته است یا افکاری که در جامعه ما غالب بوده است، اجازه اون نگاه مثبت‌تر از طرف آمریکا نداده است به جامعه ما. ما خیلی در نوسان هستیم، چه افکار عمومی ما، چه افکار نخبگان ما، و نمیشه گفت خیلی وقتا اون خط سیری که طی میکنه افکار ما در جهت منافع ماست. بسیار از افکار ما بر اساس احساسات هست، شعارهایی که داده میشه حتی در ما بین نخبگان سیاسی، و این اجازه اون روند تکاملی نمیده. من میخوام پلو از یک مطلب دیگر هم اضافه کنم، و ایست که اگر وقتی ما سیاست خارجی رو میگیم، خصوصا در رابطه با ایالات متحده آمریکا، زمانهای زیادی بوده که ما فراموش کردیم که کلی سیاست خارجی در یک کامپلکس، مجموعه کلانتر نگاه کنیم. من اشاره میکنم به تاریخ خودمان، دهه 1970. ما مثلا زمانی مسئله پشتونستان در 1970 مطرح میکنیم و فکر میکنیم که این مسئله پشتونستان فقط مسئله است ما بین ما و پاکستان، در حالی که در اونجا بازیگران دیگری هستن، ایالات متحده آمریکا هست، منافع از او تهدید میشه، اتحاد جماهیر شوروی سابق هست، و نمیتونیم در یک مجموعه بیایم نیازهایمان مطرح کنیم و خواسته و منافعی که بر حق است دفاع کنیم. حالا که من فکر میکنم در 10 سال گذشته باز هم ما چنین مشکلی داشتیم، و حتی در موافقتنامه امنیتی هم وقتی مسئله پاکستان مطرح میکنیم، فرض ما بر ایست که با ایالات متحده آمریکا فقط ما هستیم، پاکستان و ایالات متحده آمریکا، در حالی که این مجموعه باید در نظر گرفت و در خصوص سیاست خارجی تصمیم گرفت. سپاسگزارم. آقای فکر، یکی از مواردی که مردم افغانستان هم به گونه نگران است، اول اینه که ملت افغانستان به گونه حق دارند که با کدام مملکت و با کدام همسایه خود میتونه به عنوان یک شریک، به عنوان یک کسی که توافقنامه و یک پیمان راهبردی امضا میکنن، حق دارن که در جریان گذاشته شون. اول اینکه گفته میشه در گزارش که شما هم دیدین که مردم افغانستان به گونه ای دور نگه داشته شده، و ثانیا این من میخوام بپرسم که اصرار بر توافقنامه امنیتی و امضای ازی از آدرس آمریکایی ها، اخیرا جیمز دابینز هم در نشست خبری خود در سفارت آمریکا داشت و چند پیش کم آقای اوباما در مصاحبه تلفنی که با رئیس جمهور داشت هم تاکید کرد و ضرب العجل ایجاد کرد برای اینکه تا 3 ماه دیگر باید امضا شود، به گونه الزامی بودن خود این توافقنامه را نشان نمیدن؟ من فکر میکنم اصل مسئله در این است که حکومت افغانستان و کسانی که در محور سیاست افغانستان اکتیو هستند درست تشریح نکردند، ایره وضاحت ندادند و اهمیتش مزج ساختن با خواهشات و علاقه و آرزوهای هدف شما همین توافقنامه امنیتی. بله، در قدم اول شما ببینین این موافقتنامه امنیتی اول جزء موافقتنامه همکاری استراتژیک
بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان است. شما اگر مراجعه کنین به موافقتنامه استراتژیک، در اوج با تمام سوالات، تشویشا و خواهشای حکومت ما جانب ما جواب داده شده. مثلا وقتی اگر یک کشور علی افغانستان حمله کرد، یک ماده وجود داره که هر دو کشور ایالات متحده آمریکا و افغانستان مشوره میکنن و بعد از مشوره یک تصمیم درست میگیره. علی خو یک ماده یک حق و یک شرایط همکاری و نمساعد است. این مربوط ایالات متحده آمریکا و افغانستان میشه که ساختار بسازه که بازی در زمان تهدید علی ما اکتیف شود. دوم، مثلا رو جوازی نوشته است که ایالات متحده آمریکا برای تعلیم و تربیت و تجهیز نیروهای افغانستان سالانه از سنای چی قانونی درخواست کمک میکنه. واضحه در موافقتنامه همکاری های استراتژیک نوشته است، چون هر کشور تابع قانونی خود است و نمیتونه به تو ضمانت بده و دوم از لحاظ سیاسی هم ضمانت نمیخواهد بده، به خاطر از اینکه کشورها رهبری سیاسی تغییر میخوره، آرزوهای خود داره و باعث یک آله فشار هم ایره نگاه میکنه. مثلا این شما دیدین علی مصر نگاه میکنه وقتی اگر میگه که اگر شما مظاهرات مسلط متامیز توسط پلیس میکوبیدین ایالات متحده آمریکا کمک که وعده کرده سرتان کم میکنه. باعث این یک چیزی مشروع آله قوانین و قواعد بازی است در تمام دنیا. فکر وقتی که شما جنای آمریکایی‌ها را برحق می‌دانید و اونا را میگین که طبق قوانین نافذه خود عمل میکنن، این که مثلا تضمین از اقتصاد افغانستان میره اما بودجهش با کنگرس و سنای آمریکا، حالا حکومت افغانستان هم ادعا میکنه که به خاطر تامین منافع ملی و موارد بزرگ و کلان سیاسی ما مجبور هستیم به شرط‌های را با آمریکایی‌ها رعایت کنیم. نیو گفت ما طرفداری و برحق بودن نیو. ما هر دو را برحق میدانم. ما میگم هر دویشان در موافقتنامه همکاری های استراتژیک منافع هر دو کشور را اوجا درج کردن. این موافقتنامه امنیتی جزء او موافقتنامه است وقتی که اوجا گفته پیمان راهبردی ماده وجود داره که اگر همسایگان و کشور بر افغانستان حمله میکنن اونجا یک صراحت داره. پس یک بار دیگر تاکید از این از آدرس حکومت افغانستان چی را نشان میده؟ چی است؟ جنجال انداختن است، دوم مغلق ساختن است و سوم قواعد بازی را زیر پا گذاشتن. حالا شما ببینید وقتی که این مذاکرات عادی جریان داره، این موافقتنامه ضرورت مردم افغانستان و نظام افغانستان است. این را هیچ کس انکار کرده نمیتونه و یه طور یک موافقتنامه ضرورت ایالات متحده امریکاست به خاطر منافع استراتژیک و منطقویش. این اردو منافع گره خورده، ما هم علاقه داریم. اون کرزای صاحب خودش میگه که در اصول موافق هستیم. وقتی که او در اصول موافق است و او لوی جرگه فرمایشی رکم دایر کردن و مشوره دادن بکنین این کار. آلی وقتی که بکنین، شما وقتی که در قطر میبینین که او دفتر خود باز میکنه، تو مذاکره را به تعلیق مندازی، یعنی علتش علت این نیست که تو خواهش داری که پول زیاد برایت بده اردوی تا تجهیز کنه، تو به خاطر طالب که بیرق بلند کرد مذاکره را به تعلیق انداختی و آل باز با نمیکنی که نه ما منافع مردم افغانستان. منافع مردم افغانستان ده چیست؟ منافع مردم افغانستان ده ایست که امی نظام که بر اساس امی قانون اساسی ایجاد شده ای دوام بکنه، در سال آینده یک امتحان خود بده، یک انتخابات شفاف دایر شود تا قدرت انتقال پیدا کنه از ای و یک حمایه و پشتیبانی بین المللی از طرف قدرت‌های بزرگ نظامی و اقتصادی وجود داشته باشه که ای یک نعمت است نه یک ضرر. با وجودی که ما در بعض جایا شاید ضرر ببینیم اما مفادش زیاد است. این منافع مردم افغانستان است، بنان منافع مردم افغانستان ایجاب میکنه. شما قبلا سوال کردین، ما فکر میکنم که این دابز
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا و وزیر خارجیش که در پاکستان گفت این رهبری سیاسی ما خصوصا آقای کرزی و او رئیس دفترشه، یکی هشدار میده و دوم فرمایش میده. چرا این مردم که ما هستیم بی پروگرام هستیم، خود ما وقت اهمیت بگونه هشدار میده به حکومت افغانستان، با ما وقت اهمیت نداره، با ما پروگرام اهمیت نداره، مصرف ما از طرف دیگر است. کسی اگه انتقاد کرد گپ آخری خودم میگم ام اهمیت نداره، چون برای ما انتخابات مهم نیست. اگر زور ما رسید در قدرت میمانیم، اگر نرسید نمیمانیم. اینجا چیست؟ او مردم یک پروگرام داره. اول متحدینش میخواه که بفهمه تا 2014 اگر امریکایی ها میمانه، اروپایی ها گفته ما میمانیم، ما هم از کار خوده که معلوم کنیم چطور. اینجا یا برایشان وقت این کد تا آخره که یکی ایره موضوع جنجالی کمپاین انتخاباتی نسازین که خطرناک داره، دوم ای که ما تا آخر منتظر تو آقای کرزی و تیم حکومتیت نمیشینیم، اگر ضرورت شد ممکن این موافقتنامه رو امضا نکنیم، غیر از این با تیم جدیدی که در انتخابات آمد ممکن امضا کنیم. سپاسگزارم و کاوش بیشتر این موضوع تا لحظات دیگر. تماشاگر آماج از یک هستن. آقای شیمی، ما میخوایم پیش از اینکه پرسش اصلی را مطرح کنم، یک تا موضوعی را که آقای فکور همچنان معتقد بودن که اگر آمریکایی ها نتونن با حکومت فیلی امی توافقنامه امنیتی امضا کنن، اینا خیلی هم منتظر نمیشینن، شاید با حکومت آینده توافقنامه کنن. ولی برخی ها معتقد است که حکومت آمریکا و جناح آمریکایی ها به گونه یک سلسله توافقات بزرگ با حکومت فیلی دارن و اونا به گونه نگران هستن که اگر ما امی توافقنامه را با حکومت فیلی امضا نکنیم، شاید با حکومت آینده به یک سلسله نگرانی های بزرگتر از این تبدیل شد. دیدگاه شما چیز اگر کوتاه بگید؟ ببینید، یک بخش عمده سیاست، سیاست رسمی است که بر اساس موافقتنامه کشورها دارند. یک بخشش ارتباط میگیره به شخصیت هایی که در رأس قدرت هستن، مثلا دوره ریاست جمهوری آقای بوش، خودی دولت آقای کرزی، ارتباطات نزدیکتر بود و طبیعتا خیلی از مشکلات کمتر پیش می آمد و اینا. و در دوره آقای اوباما این فراز و فرود بیشتر شد و سخنرانی هایی که انجام شد اینا شما شاهد هستین که این نزدیکی از لحاظ شخصیتی ما بین دو رئیس جمهور کمتر بود و به تبع از او در مذاکرات هم که سر موافقتنامه امنیتی از چالش ها بیشتر میشه به شکل عادی. ولی من فکر نمی کنم که چنین چیزی پشت پرده وجود داشته باشه. توافقات کلی من باورم بر اینه که در خصوص سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا استراتژی مشخص است، مبارزه با تروریسم است. برای مبارزه با تروریسم آپشن های ایالات متحده آمریکا گزینه اول، آپشن اول خود افغانستان. خواهش می آلو بگونی ایالات متحده آمریکا نگران نیستی که با حکومت آینده با چالش شاید بتانن که می توافق نمارن؟ ببینید، بحث بر سر عزیز در خصوص معایده استراتژیک، موافقتنامه استراتژیک که سال پیش امضا شد، یک از مواد اشاره داره که تا یک سال آینده ما مذاکرات در خصوص موافقتنامه امنیتی به نتیجه میرسه و موافقتنامه امنیتی امضا میشه. این جزء مواد ده اون معایده استراتژیک است که در واقع روند ارتباط ما بین افغانستان و آمریکا مشخص می‌سازه. و حال عجله‌ای که آمریکایی‌ها دارن یکی است که وقت انتخابات، فراموش نکنیم که انتخابات 2014 در افغانستان یک تحول تاریخی است، تحولی که در واقع میای اثبات می‌سازه روند انتقال قدرت در افغانستان به شکل مسالمت هم ایست که در تاریخ این مملکت کمتر به چیش دیده شده است. و حال اگر موافقتنامه امنیتی هم امضا نشه و این شرایط، یعنی آینده افغانستان مشخص نباشه در ارتباط با متحدین اصلیش و انتخابات هم در حال برگزاری، طبیعتا او فضا فضای بحران خیستر است. سپاسگزارم. اجازه بدین پرسش اصلی را مطرح کنم. مورد که آقای دابنز هم به گونه نگرانی نشان دادی بود که باید توافق روی این موافقتنامه و مواد موافقتنامه پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی صورت بگیره، مشخصا نگرانی و ای که خود مورد توافقنامه امنیتی به گفتمان بزرگ انتخاباتی تبدیل نشه، چی را میتونه افاده کنه؟ ببینید، یک بخش از جامعه ما، یک بخش عمده از جامعه ما جامعه سنتی است. جامعه سنتی است که
رأی از او معمولاً خیلی با آسانی تغییر پیدا میکنه. یعنی بحثی که ما بین نخبگان و روشنفکران جامعه وجود داره، خصوصاً در خصوص استراتژی که مملکت باید دنبال کنه، تا حدود زیادی خود مردم عوام فرق میکنه. مردم عوامی که در انتخابات تاثیرگذار هستن، رأی از اون ارزش و اهمیت داره. دغدغه آمریکایی به عقیده من یک طرفش ایست که شاید اگر شما مسائل استراتژیک بیان برای افکار عامه واگذار کنیم، افکار عامه شاید تصمیم های دراز مدت به درستی گرفته نتونند و اینجور بحران شکل میده و خیلی ها میتونند از این سوء استفاده کنند. من فکر میکنم افغانستان امروز بیشتر به دنبال یک آینده باثبات سوء استفاده که شما از اون حرف میزنین چی خواهد بود؟ مطمئن باشین که کشورهای همسایه خیلی علاقمند به تداوم ارتباط ما بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا نخواهند بود و این در جامعه ما واضح و مشخص است. بسیاری از افکاری که در جامعه ما وجود داره یک شبه میتونه توسط دیگران تغییر پیدا کنه. این چیز خطرناک است در افغانستان، یا او ثبات فکری میشه گفت در خیلی از حوزه وجود نداره برای مردم ما و این تغییرات میتونه در انتخابات هم تاثیرگذار باشه و شاید کسی رأی بیاره که دغدغه های بلند مدت برای افغانستان نداشته باشه. بازگذارم آقای فقیر، گفتم می شود که به گونه آمریکایی ها و حضور آمریکا در منطقه به عنوان یک غول از قدرت، یک سلسله تعهدات با حکومت افغانستان همچنان داره و مشخصا حالا در گزارش که اینجا آمده گفتم می شود اگر این توافقنامه با آمریکایی ها امضا نشود، به گونه اروپایی ها هم از مو تعهدات خود که با افغانستان دارد کناره گیری میکنند. آیا چنین است؟ دقیق است. شما در کنفرانس بروسل اتحادیه اروپا و ناتو دیدین و خود سرمنشی ناتو اظهار کرد که ما منتظر از این هستیم که موافقتنامه امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان امضا شود تا ما بفهمیم که چی اندازه نیروی را ما از کشورهای عضو درخواست کنیم. شما دیدین که وا گفتن که یک قسمت امریکای ها میمانه شرق و جنوب نگاهداری میکنه، ایتالیا ایرات، آلمانا وعده کردن که شمال، انگلیس معلوم نیست، موزی فرانسه و ایتالیا معلوم نیست و واضح دیدیم که اگر ایالات متحده امریکا باقی نبانه و او هم قانونی نشه و او هم به درخواست حکومتی که خود نماینده مردم میدانه نباشه، ایالات متحده امریکا علاقه نداره که ایجا به هر قیمت حضور نظامی داشته باشه. و او تجربهش شما در عراق دیدین واضح. و حالا آقای فکر اگر فرض کنیم چنین چیزایی و چنین تعهداتی که وجود دارد عملی نشود و آمریکایی ها هم به عقیده شما خیلی علاقمند نیستن برای حضور نظامیشان در افغانستان و ترک از اینا از افغانستان مخصوصا از منطقه چی را میتونه افاده کنه؟ ترک از واقع شما یک منظره و یک آینده بسیار مخشوش و سیاهی را ما برای افغانستان ترسیم میکنیم. جنگای داخلی آغاز خواهد شد، ملیشه‌های غیر ملبس پاکستانی و ایسای در داخل افغانستان اکتیف خواهد شد، استخبارات ایرانی و عرب اکتیف. خود پاسخ آمریکایی‌ها برای جهان برای نبرد با افراطیت و تروریسم در منطقه چی خواهد بود اگر افغانستان را رها کردن و یا ترک کردن؟ ما میگیم که امی هم هست که آمریکایی‌ها تاکیدش امی است که حالی کنه به رهبرای سیاسی افغانستان که امضای تر موافقتنامه نه تنها به نفع منافع امنیتی ایالات متحده امریکاست بلکه به نفع افغانستان هم است، که اون رئیس جمهور میگه که ما در اصول وقتی که در فروات ما نمیتونیم به خاطر فروات اصول زیر پا بگذاریم، افغانستان به این ضرورت داره، ایالات متحده امریکا هم. و ما این یک چانس است که از او استفاده کنیم، بنان در فروات او را تعلیق انداختن، او را معطل ساختن، او را به منظور خواهشات شخصی خود که او را من قطعا باور ندارم که کرزی سب و تیمی شخص رئیس جمهور چی خواهد؟ من میگم قطعا باور ندارم که امی چیزایی را که ایز بظاهر میگه ای سبب تعلیق. و من گفتم که سبب تعلیق ای بود که چرا طالبا را، من خبر نیستم شما طالبا را در قطر جا دادین بیرق اسلامی و امارت بالا کرد، صحیح است؟
مذاکره امنیت بنان او عزیز که ویلت چرا به تعلیق افتاد غیر از این جریان داشت و خب توجیه حکومت افغانستان یک دفعه شما خلاف اونمو مراودات دیپلماتیک که میان کابل واشنگتن وجود داشت طالب ها رفتن با امریکایی ها شکنی ایالات متحده امریکا میگه سعی است که ما قطر گفتیم یک اشتباه بوده طالبا باید به نام دفتر سیاسی خود او را باز کنه ایالات متحده امریکا موافقه کرد ما به این باور دارم و شما کاسات ششنیده باشه اگر کرزی در این زمان این عکس العمل را نشان نمیداد خود ایالات متحده امریکا علاقه نداشت که خب مشخصا آقای فکر همین خواست های شخصی که خود رئیس جمهور داره چی است؟ حالی گفت در ایج است که وقت ما مثل که دکتر صاحب خلیلزاد گفت که وقت ما طالبا را در مورد امضای قرارداد امنیتی حق ویتو میتیم او را اتر شرط میگذاریم اگر ایالات متحده امریکا طالبا را بالای میز مذاکره با کرزی و تیمش شاند بنان ما ایره امضا میکنم اگر طالبا نکدی کار بنان ایره تو ای سرنوشت منافی ملی افغانستان با دست همو گروهی که تو علیش می جنگی میتی ولی آقای فکر فراتر از این موضوع هم پیش شرطای حکومت افغانستان داشت مثل تضمین سال ثبات افغانستان ثبات سیاسی و سایر موارد دیگر تجهیز اردوی افغانستان شما ما یک گپ برایتان بزنم یعنی چقدر آدم ساده باشه و کودکانه باشه که تو یک کشور دیگر میگی که صلح مرا تضمین کن وقتی که در درون خودت شما میبینه در درون خودت با دی دی ار سلاحای زنگ زده را دادی و امیال سلاحایی که اون شما میبینین در سمت شمال در بغلان در پنشیر و امی دو قماندان که حال در دره در ولسوالی بغلان یکی دیگه خود جنگ میکنه دوستم که سلاح تقسیم کرد او را تقسیم نکدی که تو خودت استعداد ازی و ظرفیت ازی را نداری که توسط یک قدرت که او اردو باشه امنیت تامین کنی توسط یک پلیس هزارها نیروهای مسلح غیر قانونی داری تو چطور از کشور خارجی میخوایی که و کشور خارجی این ضمانت به کسی داده نمیتونه خب آقای فکر الان مشخصا آمریکا به عنوان یکی از شرکای استراتژیک حکومت افغانستان آمریکایی هم در منطقه حضور دارن علی افراطیت و تروریسم علنا میگه که این ضمانت ما به کسی ندادیم و شما ببینین خب حالا مشخصا ماموریت خود امریکایی ها چیست؟ ما چی ما ایجا هستیم که علیه تروریسم مبارزه کنیم و در عین زمان یک وزنی ثبات هستیم که نظامتان در بین خود جنگ نکنه خودکشی نکنه یکی دیگه خود نکشه ما حضور داریم که اگر یکی امیال شما میفهمید که امی ما که علیه یکی دیگه خود امی پارلمان علیه حکومت نمیخیزه امی حکومت معاونش با کو نمیره و ای تو فکر میکنی که ای بخاطر اسلام است بخاطر منافع وطن است ای بخاطر حضور امی نیروهای خارجی است که میترسن نره که نشه ما خود در زیر ضربه ناتو بتم آقای فکر شما هنوز هم از امون خواست های شخصی رئیس جمهور رو ایمان نکرده امیر اگر کتاب فرمید خواست های شخصی رئیس جمهور چی است؟ رئیس جمهور علاقه داره که قدرت خود دوام بده رئیس جمهور علاقه داره که یا خودش بعد از 2014 دوام بده و یا تیمی را که ای ایمایه میکنه ای را دوام بده ای را باید ایالات متحده امریکا چراغ سبز نشان بده چون محترم دکتر صاحب اشاره کرد که بین ازی و خود اوباما از لحاظ کرکتر خواهشات امی کیمیای یکی نششت مطابقت نکد اوباما علاقه نداره که قدرت آقای کرزی دوام بکنه آقای کرزی میخواد که ایره دوام بده چون یه طور فکر میکنه که این شرایط افغانستان میفهمه چون به اقوام افغانستان تقسیم کرده و گروه ها را ایره من خوب بیداره میکنم شما مرا بگذارین مرا حمایه کنین ایالات متحده امریکا در مذاکرات رسمی و غیر رسمی ای علاقه مندی را نشان نداده بنابراین ای به خاطر از این نارضایتی چیزایی را که در موافقت نامه استراتژیک موافقه کردن ایالات متحده امریکا باز ایجا شرط میگذارن سپاسگزارم تحلیل بیشتر تا لحظات بعد
تماشاگر آماج از یک هستین. آقای هاشمی، یکی از مواردی که یک بار دیگر حکومت افغانستان و مقامات ارشد افغانستان تاکید میکنند، گشایش دفتر قطر و گفتگوی طالبان مستقیما با حکومت افغانستان و مشخصا آن چه که جمهور میگن نماینده های از شورای عالی صلح است و تاکید با فشاری میکنن که اگر چنین شرط از آدرس آمریکایی‌ها قبول شود، اینا دوباره سر میگیرن عمو موارد و مواردی که وجود داره روی توافقنامه امنیتی. حالا فرض کنیم که اگر این بار هم آمریکایی‌ها نتوانند طالبان را به گونه قانع بسازند، سرنوشت توافقنامه امنیتی به کجا خواهد رفت؟ یک نظر دارم ویست که موافقتنامه امنیتی امضا خواهد شد و چیزهایی هم که گفته میشه در خصوص ثبات، صلح در افغانستان یا استقلال و اتحاد افغانستان بعقیده من این مفاهیمی است که قابل چانه زنی است و روند مذاکرات هم همیشه همین قسم بوده که کشورها برای یک دیگر شرط و شروطی قرار میدن، اما هیچ کدوم از دو طرف از او صفر تا صد صدیش کدوم به دست نمیارن و باید تقسیم کنند منافع. من باورم برای است که در خصوص موافقت نامی امنیتی هم چنین موضوع امضا خواهد شد و حتی پیش از و حکومت فعلیش خواهد امضا کرد. دقیقا حکومت فعلی امضا خواهد کرد، چون باورم برای است که منافع ملی افغانستان در همیز و شما نمیتونین وقتی ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور داره، وقتی تمام کمک های عمده به دولت افغانستان از طریق ایالات متحده آمریکا میشه، در این زمانی که ایالات متحده آمریکا گزینه های دیگر به جز افغانستان هم داره در منطقه برای اهدافی که دنبال میکنه، طبیعی است که موافقتنامه امنیتی هم امضا میشه. ولی در خصوص طالبان و ای که دفتری در اونجا گشایش پیدا میکنه، یک اصل نباید فراموش کنیم که حاکمیت در افغانستان قابلیت تقسیم نداره. یک دولت هست که رئیس جمهورش مشخص است که کیست و این حاکمیتی که مال دولت افغانستان است و متعلق به ملت افغانستان است، کسی نمیتونه راجع به ازو تصمیم بگیره و خواسته باشه با دیگران تقسیم کنه. من فکر میکنم این اصل اول است. حالا مشخصا آقای هاشمی، آنچه شما گفتین که موارد و پیش شرط هایی که از طرف هر دو جنا وجود دارد قابل چانه زنی است، حالا مشخصا هر دو جنا همین چانه زنی هایی که وجود داره با کدام قیمت به یکی دیگر قبولند؟ ببینید چند مسئله هست، یعنی مشخصا با معذرت هدف مایی بود که حکومت افغانستان کوتاه میاد یا آمریکایی ها؟ ببینید مثلا در خصوص تضمین امنیت افغانستان، موافقتنامه استراتژیکی که ما سال گذشته امضا کردیم اون ماده اشاره داره که افغانستان به عنوان متحد عمده خارج از ناتو است و در صورتی که افغانستان مورد حمله یک از کشورها قرار بگیره، دو طرف با دیگر مشوره میکنن تا اقدام ضروری را انجام بدن. اگر ما عضو ناتو می بودیم، شامل امو امنیت دست جمعی بودیم و او وقت انتظار داشتیم که ایالات متحده آمریکا امنیت 100% ما را تضمین کنه. در صورتی که ما عضو ناتو می بودیم و شامل امو پیمان به عنوان متحد اصلی و عضو در واقع امنیت دست جمعی است که شامل سازمان ناتو است، ما عضو از این نیستیم و در اونجا هم صراحت داره و اینجی بس سر این موضوع به باور معیارهایی که داره گفته میشه معیارهای کلی است. وقتی شما معیارها کلی مطرح میکنن از طرف افغانستان، پس این معیارها قابلیتی داره که سر از اون شما بیاین چانه زنی کنین. من فکر میکنم ما هرچی متحدتر در خصوص امتیازگیری از آمریکایی ها اقدام کنیم به نفع همگی ماست، ولی نباید موافقتنامه امنیتی به عنوان مسئله شخصی فرد در نظر گرفته بشه. این ملت که شما اعتقاد دارین که به عنوان یک مورد فردی و شخصی مطرح میشه؟ نه نه، من این اعتقاد چون من دارم بحث سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و افغانستان دارم انجام میدم، من فکر نمی کنم. فقط یک نکته بذاریم بگم چون سوال شما سوال خاصی است. وقتی که شما میان سر مسئله حساس مثل موافقتنامه امنیتی صحبت میکنیم، هم میتونین شما در اون دغدغه های فردی دخیل بدانین، یک تحلیل کنین، هم منافع ملی در نظر بگیرین و هم تشویش هایی که از کشورهای همسایه دارین. یعنی نمیشه وقتی شما در قدرت هستین و سر چنین موضوع حساسی بحث میکنین خود یک کشور کلان و انتخابات هم پیش رو دارین، شما هیچ دغدغه انتخاباتی برای آینده نداشته باشین. این طبیعی است به نظر من. کسی که در ساختار قدرت هست با آینده قدرت هم فکر میکنه.
اما نمیتونه که ما فقط در یک بود بحث کنیم اینا. من باورم بر است که هم منافع ملی افغانستان، آینده افغانستان مهم است در این موافقت نامی امنیتی در اون مطرح است در مذاکراتی که جریان داره، هم ما تضمین میخواهیم که کشورهای همسایه ما رو به دهه 1990 برنگردونن، این هم بازم حق مشروعی ملت است و در پهلو از میتونه منافع انتخاباتی گروه هم مطرح باشه، چون در ساختار قدرت هستن و همیشه قدرت چنین خاصیتی داره. سپاسگزارم آقای شیمی، اجازه بدین یک مورد دیگر هم با شما شریک بسازیم. با توجه به اینکه شما هم مطالعاتی از رابطه بین الملل دارید و معضلات ملی و فراملی، حالا مشخصا حضور آمریکایی ها بیشتر از یک دهه در افغانستان و منطقه و جنگ علیه افراطیت و نبرد علیه تروریسم، آنچه که آقای فکور هم اعتقاد داشتن که اگر قرار باشه این پیش شرط ها قبول نشن یک بار افغانستان رو ترک خواهد کنده و به سرنوشت عراق دوچار خواهیم شد، مشخصا ترک یک باره از اینا از منطقه مخصوصا افغانستان چی رو میتونه افاده کنه؟ دهه 1990 بیاد همگی میندازه. من میخوایم بگم که ببینید وقتی شما روابط بین الملل تدریس میکنید و این رشته شماست، اون معیارهای شما برای تصمیم گیری شاید خود خیلی از مردم درون جامعه فرق کنه، چون معیارهایی که شما بحث میکنید متفاوت داره تعریف میکنه. بس قدرت است، اینکه یک کشور تا چی اندازه میتونه قدرتمند بشه، یا یه قدرت شما از درون جامعه به دست میارین، شما مثلا منابع سرشار زیرزمینی مثل نفت داریم که ما نداریم، شما متخصصین دارین که متاسفانه ما نداریم، شما اردوی قوی دارین که ما نداریم اون رو امروز، و یکی دیگه است که شما متحدین قدرتمند دارین. حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به این معناست که ما یک متحد قدرتمند داریم که میتونیم از طریق از او مرزهای مملکت منافع مملکت تعقیب کنیم. حالا مشخصا اگر ترک یک بار صورت میگیرد پاسخ آمریکایی‌ها برای جهان چی خواهد بود؟ ببینید شما میایین میگین که آمریکا از افغانستان خارج میشه، دلیل واضح و مشروع داره، مردم افغانستان دولت افغانستان نخواستن که ما باشه، خیلی واضح روشن. ولی این ماموریت اصلی که خود آمریکایی‌ها داشتن با کجا خاطر؟ ماموریت اصلی آمریکایی خود پاکستان هم پیش برده میشه و این خواست پاکستان است. خواست پاکستان است که من یکم میخوام بیام داخل جنوب آسیا بحث خود پیش ببرم. اصلا دغدغه اصلی پاکستانی است که اونا رو دیگه به عنوان متحد اصلی آمریکا در منطقه نشناسه و افغانستان امتیاز در 10 سال گذشته دیش که امتیاز به دست بیاره، ولی متاسفانه او کارهای فوق العاده ای که ما بعضی وقتا انجام میدیم ما رو به چنین سرانجام نمیرسونه. ببینید جنوب آسیا، هند، پاکستان، افغانستان، اینا یک محور امنیتی هستن و در پلو یک دیگر معنا پیدا میکنن. از زمانی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، دغدغه اصلی پاکستان و اون گله همیشگی پاکستان از آمریکایی بوده که شما ما رو دیگه به عنوان متحد دهه 1980 تا نمیشناسید و این خواست پاکستانی است که به عنوان این متحد باشن. اما آپشنی که افغانستان پیش روی آمریکایی گذاشت این بود که یک کشور کم خرجتر، افرادگرایی در او کمتر، سابقه مدنیت در این جامعه بیشتر از پاکستان بوده است، پس این میتونه آپشن خوبی باشه، یعنی بدیل بر امو شریک استراتژیک در منطقه، بدیل بر پاکستان برای مبارزه با تروریسم. اما بعضی وقتا شما افکاری در جامعه افغانستان میبینیم که این چانس برای افغانا کم میکنه. ما یک کشور 30 میلیونی هستیم که بسیار بسیار هزینه ما کمتر از به عنوان یک متحد برای آمریکا نسبت به پاکستان 180 که دلیم. مشخصا حالا در پایان کار آمریکا موفق به اینمت یک تفکر یا مفکوره نشدن. ببینید من میخوایم این سوال میخوایم جواب بدم. بیاین دوستان هم نسل ما و شما فکر سر که خب مال یک نسل دیگه هستن و افکار ملیشون مشخص است، بیایم بنویسیم افکاری که مال نسل ما و شماست تا چی میزان بومی همین سرزمین است، مال همین مردم است، با 50 سال پیش مقایسه کنیم. خیلی از افکاری که امروز در جامعه افغانستان وجود داره محصول همین سرزمین نیست، وارداتی است، از کشورهای همسایه آمده است. وقتی چنین افکاری وجود داره، پس این نخبگانی هم که از جامعه بیرون میشن یا به عنوان نخبه شناخته میشن متاثر از افکار عامه جامعه هستن. خوب است آقای شیمی، من خیلی کوتاه پاسخ شما را داشته باشم که آیا افغانستان با توجه به نمو شرایط که شما گفتین میتونه بدیل خوب استراتژیک برای آمریکا یا باشد یا خیر؟ اگر کوتاه بگین. اگر نسل جدید نخبگان در افغانستان شرایط افغانستان منطقه و جهان درک کنن 100% چنین مسئله
واضح و مشخص است. سپاسگزارم. آقای فکور، قرار است رئیس جمهور یک بار دیگر هم دعوتنامه رسمی که آقای سرتاج عزیز آورده بود وارد اسلام آباد شود و این بار متفاوت‌تر هر سفر دیگر عرف و شنود داشته باشد و آقای دبنس هم گفتند که رهبران خود پاکستانی به گونه معتقد هستند به روابط خوب کابل اسلام آباد. شما فکر میکنین که این بار سفر رئیس جمهور دستاورد داشته باشند و متفاوت‌تر از هر سفر دیگه‌اش باشه؟ این مربوط به ایست که آقای رئیس جمهور با چی ذهنیت و چی خواسته ها اوجه میره. اگر ذهنیت و خواسته هایشی باشه که طالبا را یک جانبه طالبا را به میز مذاکره بکشانین، زندانی های طالبا که خصوصا نخبگاهش که خوش عظیمی های ملا برادر را اعلا کنین، رای ترانزیت به ما بتین، پولم بتین. آقای فکر، همیشه و همواره حکومت افغانستان مشخصا شخص رئیس جمهور با چنین طرز دیدهای وارد اسلام آباد. خب گفتم دیگه، اگر با همین طرز دید بره، این معنای از این داره که رئیس جمهور از این حوادث و فرصتهایی که به میان آمده ای چیزی را یاد نگرفته و ارزش ایر نداره که یک ماه دیگه هم قدرت سیاسی را در امی مرحله سرنوشت ساز که افغانستان داره دوام بده. اگر آقای کرزی صرف به خاطر از اینکه از پاکستان میخواد چیزی را به دست بیاره بره، ما به ملت افغانستان میگم این رئیس جمهور تا ارزش از این نداره. تو باید بری در مذاکرات سیاسی. رئیس جمهور چی را میخواد اگر کوتاه بگی؟ ما برات میگم رئیس جمهور میگه طالب بیار که ما بشاند در قدرت سیاسی ما چپان را در سرش میکنم، هر جایی که چوکی مانده بود او را برایش میتونم، او هم اگه مانده بود چیزی که از دست ما مانده او را به طالب میتونم بیای ایجا بیشین از صلح بکنه، ما را قبول کنه، مارشال هم قبول کنه، این سیستم فاسد قبول کنه. و ما چی میگم؟ ما میگم که در مذاکرات سیاسی و دیپلماسی است تو که جایی میری میگه پیش ازی که تو از او چیزی بخوایی پیش تو باید چیزی باشه که به با او بتی، باز چیزی را که میخوایی از پیشش بخوای. تو چی داری که با پاکستان بیتی؟ تیارم یک قسمت از افغانای تبا نام حزب اسلامی و طالب تحریک کردن، صلاح دادن علیه تو میجنگانه، و تو چی میتی با پاکستان؟ من میگم اعتراض آقای کرزی بسیار فرصت ها را از دست داده. اول امی خواستا، من آخری گرد خودم میزنم، امی خواستا شرطهایی را که در موافقت نامه امنیتی مطرح میکنه از دروغ برای ایالات می ایره خودش یک قسمت شل کده میتونه. اول بسیار پیشنهاد خوبه برای ازی که اگر طالبا به مذاکره بشینه ما چی میتونم و در قدرت سیاسی شامل می سازم، انتخابات کتش می کنم، اتر یک طرح معقول که به طالب داده نشه، روشن با ضمانتش. دوم نری با پاکستان، زمینه امضای یک قرارداد استراتژیک که در اوج تنظیم سرحدات، تنظیم آب کنر، تنظیم راه های مواصلاتی و ترانزیت، اوج تو نتی برایش و از اون چیزی نخواهی، تو فیره به عوامی کنی. بنا آقای کرزی هم باید چیزایی را بر پاکستانی ها بتا تو امیاله که امپایمان های استراتیجیک تا سپیشی تو میخواهی که تو با فنلند قرارداد استراتژیک امضا میکنی که چیزی داده نمیتونه و اصلی مسئله با پاکستان است. برو با پیشنهاد خوب بگو برادر ما امیر داده میتونم، در مذاکرات از تو شنیدیم و از تو امیر میخوایم. او زمان است که زمینه امضای یک پیمان مساعد بساز با پاکستان حل میشه. سپاسگزارم. سپاسگزارم از تشریفاوری هر دو مهمان و شما دوستان عزیز. پایان تحلیل دیدگاه از آماج امشب. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.